دوم قرنتیان فصل هفتم. ای عزیزان، این وعده ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاک کنیم و با خدا ترسی مقدس بودن خود را به کمال برسانیم. قلب های خود را به سوی ما باز کنید. ما نسبت به هیچ کس بناحق رفتار نکردیم، اخلاق کسی را فاسد نساختیم و فریبکاری نکردیم. من نمی خواهم با سخنان خود شما را ملامت سازم، زیرا چنان که قبلا گفته بودم، شما آنقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ و نه زندگی می تواند شما را از ما جدا سازد. من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار می کنم. با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم، من دلگرمی و خوشی زیادی دارم. مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم، نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم، بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم. از یک طرف با دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر باطنن می ترسیدیم. اما خدا که به دل شکستگان دلداری می دهد، با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید. تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در خوشی ما مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می کنید. این چیزها خوشی مرا بیشتر کرده است. با این که نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از نوشتن آن پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود، اگرچه موقتی بود، تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم، اما حالا خوشحالم، نه به علت رنجی که دیدید، بلکه به سبب این که این غم سبب شد که شما راه خود را تبدیل کنید، زیرا مطابق اراده خدا شما دچار درد و رنج شدید تا به این وسیله از جزای ما کاملا در امان باشید. وقتی متحمل چنین رنج می شوید و آن را اراده خدا می دانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد. اما درد و رنج دنیوی باعث مرگ می شود. ببینید، درد و رنجی که مطابق اراده خدا تحمل کرده اید چه صفات نیکویی در شما به وجود آورده است. جدیت، دفاع از بیگناهی خیش و ناراحتی در مقابل بیعدالتی ها، ترس از شرارت، علاقه و غیرت و تعصب برای به جزا رسانیدن خطاکاران. شما خوب نشان دادید که در تمام جریان بی تقصیر هستید. من آن نامه را به خاطر آن شخص ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم، بلکه تا بر شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زیاد است. بنابراین مخصوصا وقتی دیدم تیتوس از اینکه همه شما موجب آرامش و آسودگی خیال او شدید شاد و خوشحال است، ما بسیار دلگرم شدیم. من پیش او از شما زیاد تعریف کردم و شما آبروی مرا حفظ کردید. آره، همانطور که سخنان ما درباره شما تماما راست بود، فخر ما نیز پیش تیتوس به حقیقت پیوست و هر وقت او اطاعت شما را و آن ترس و لرزی که در زمان ملاقات با او نشان دادید به یاد می آورد، محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. من چقدر خوشحالم که می توانم از هر حیث به شما اطمینان داشته باشم.